بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشنو رو انتخاب کردید برای نگاه کردن و انشالله استفاده کردن. انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشیم. بسیار بسیار تشکر میکنم که باز هم ما را لایق دیدید تا همراهی بکنید. انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. مهمان محترم امروز برنامه هم چون شنبه های دیگه کارشناس محترم خانم دکتر رضای بزرگوار هستن. اجازه بدین یک سلامی هم با ایشون داشته باشیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار دوست خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر شما همکار ارجمند و همینطور همین بینندگان محترم این برنامه، این که در لحظات ساعت به فرمانده شما این شایستگی رو در ما دیدند که ما رو به نظاره بنشینند و انشالله امیدوار هستم که آنچه که ما در این برنامه و در برنامه های آتی پیرامون موضوع بحث انشالله گفتگو خواهیم کرد، اول مورد پسند بینندگان و بعد انشالله مورد استفاده اونها قرار بگیره، به خاطر اینکه زندگی به عبارتی سفری است که توشه و برترین به عبارتی زاد اون سفر آگاهی و دانش شماست. امیدوارم که انشالله خدا این توفیق رو بده که هر روز بیشتر از دیروز اول بدانیم، بر عمق آگاهی های ما افزوده باشه و بعد از اینکه دانستیم توفیق پیدا کنیم که به آنچه میدانیم عمل بکنیم انشالله. تشکر از شما خانم دکتر. اما خانم دکتر، یک مسئله‌ای که امروز شاید بیشتر انسان ها با او باور داشته باشن، شاید همه انسان ها با او باور داشته باشن، ایست که همه انسان ها ما فکر میکنیم برای موفقیت قطعا باید باهوش باشیم یا یک حدی از هوشیاری را داشته باشیم قطعا برای که موفق شویم. بسیاری از پدرها و مادرها تصور میکنن وقتی که اولاد دار میشن، فکر میکنن که اولادشان نسبت به دیگه اولاد مردم باهوشتر است، یا اینکه وقتی که با مکتب میرن شاید وقتی که میبینن که طفلشان در مکتب در نمره حساب یا برخی از مواد درسی دیگه نمره خوب نمیاره و کامیاب نمیشه، شاید نگران شوند، احساس کنند که طفلشان کم هوشتر است، بهره هوشی کمتری دارد و بعد نگران آینده طفل خودشان میشن، چون باور عمومی بر این است که برای موفقیت باید باهوش باشیم. باز برخی از پکیج ها یا بسته های وجود داره که به دانش آموزا ارائه میشه برای که چگونه باهوشتر باشیم، یا برای پدرها و مادرها توصیه میشه که فلان مواد را استفاده کنین، فلان چیز تغذیه را داشته باشین، فلان چیز را نوشجان بکنید که اولادتان انشالله باهوش شوه. خب سوالی که ایجاد میشه است که اولا خانم دکتر، هوش چیست؟ منظور از هوش چیست؟ و یا واقعا همقدر ضروری است برای موفقیت یا نه؟ چون برخی از افراد دیده میشه که در مکتب هم چنان موفق هم نیستن ولی در زندگیشون بسیار موفق معلوم میشن. و بعد از اینکه آیا واقعا میشه هوش را رشد داد؟ یعنی یک چیز مادرزادی نیست، میشه بعد از اینکه به دنیا آمد با خوردن یک مواد یا با یک سری آموزش های هوشمون را بیشتر کنیم؟ بله، تشکر از شما بابت مطرح کردن این مسئله بسیار مهم و در این حال بفرمودید شما بسیار کاربردی است، به جهت اینکه دغدغه تقریبا، حالا شما گفتید شاید، ولی من با قاطعیت میگم دغدغه همه آدم هاست، به خاطر اینکه این واژه، این مفهوم، یا اگر روانشناسانه بخوایم در موردش بحث کنیم سازه، ما میگیم این سازه بسیار بسیار سازه ارزشمندی است که خب همه آدم ها به دنبال او هستن، همونقدر که دغدغه آب و نان داریم دغدغه هوش و استعداد و توانمندی رو هم داریم. بله، طبیعتا اول باید بدونیم اصلا هوش چی هست. گاهی وقتا ما در گفتگوهای به عبارتی عامیانه خودمان میگیم که مثلا فلان چیز تعریف کنیم، میگیم خب خیلی واضح هست دیگه، خیلی بدیهیه دیگه، نیاز به تعریف کردن نداره، یعنی چی که تعریف کنیم؟ حالا در مسائل علمی و تخصصی یک سری از واژه ها و یک سری مفاهیم هستن که در عین حالی که ببینید همونطور که شما گفتید و من تاکید کردم همه به او توجه دارن، برای همه مهم است، ولی در این حال وقتی که وارد میشیم در فضای تعاریف و اینکه خب چی هست، دقیقاً به چی میگن هوش، ببینیم که اختلاف نظر قابل توجه و شاید بشه گفت بسیار زیادی در مورد تعریف واژه هوش بین به عبارتی روانشناسان یا کارشناسان و نظریه پردازان بحث یادگیری وجود داره. ولی اگر بخوایم ساده تر بگیم، به نحوی که بینندگان عزیز ما کاملا متوجه بشن، هوش یک ظرفیت، یک قابلیت و یک توانایی است که مجموعه ای از چیزها را شامل میشه: درک، حافظه، استدلال، توانایی ابراز کردن، به عبارتی خلاقیت، ظرفیت برای فهمیدن و انتزاع کردن مفاهیم. یک نفر میشه خانم دکتر همه این ویژگی رو داشته باشه؟ خب
حالا ببینید اگر که یک مقدار جلوتر بریم میگیم اینا هوشه، یاد گرفتن زود به سرعت یاد گرفتن. بعد نکته بعدی است که خب حالا هوش از کجا بسنجیم. نکته مهمترش است که هوش از کجا بسنجیم. او چیزی که در حال حاضر نه تنها حالا شاید بگیم در کشور ما و در کشورهای جهان سوم یا در کشورهای توسعه نیافته و حتی در کشورهای پیشرفته، البته کمی اونجا این دغدغه بیشتر شده، او چیزی که تعبیر از هوش می شود مجموعه ای از توانمندی های فرد است که توسط یک سری تست ها، یک سری آزمون ها و یک سری امتحانات گرفته می شود. یعنی اگر تست هوش را گذاشتن رو، مثلا تست هوش وکسلر برای کودکان 6 سال را گذاشتن جلوی کودک 6 ساله ما و اون نمره استاندارد را، نمره بالاتر از مثلا فرض کنید 100 را گرفت، حالا اون آزمونگر، کسی که آزمون را انجام داده، به والدین این کودک خواهد گفت که بچه شما هوش خوبی دارد یا هوش بالایی دارد یا مثلا. خب پس بنابراین می شود گفت که یک هوش اگر واقعی به قضیه نگاه بکنیم ابزاری است در حال حاضر که متاسفانه همونطور که شما گفتید هم از او سوء استفاده میشه، هم میشود حسن برداشت. و او چیزی که در سیستم‌های آموزشی و تعلیم تربیتی در جهان معمول است این که متاسفانه سوء استفاده میشه. شما اشاره خیلی خوبی کردید که تبلیغات بسیار گسترده است که خب اگر میخواهید کودک باهوش داشته باشید بیام شما راهکار میدیم. و سوال که ای در قبال این، من جواب و سوال شما رو میدم که هوش ذاتی است یا آموختنی؟ نکته اصلی است که بستگی داره که تعریف ما از هوش چی باشه. یعنی ممکنه انواع داشته باشه. احسن بر شما. بر اساس تعریفی که از هوش می‌کنیم، او وقت می‌توانیم بحث کنیم که آیا این قسم از هوش ذاتی است، یعنی مادرزادی است، از به ارث میرسه به فرزند از پدر مادرش، یا نه اگر احیانا کسی هم کمتر در ابتدای به عبارتی دوران کودکیش نداشت یا کم داشت میشود به او آموزش داد که در جوانی و در میانسالی و در مثلا سنین بروز موفقیت خودش بتوانه اونها رو کسب بکنه. خب پس لازم هست، پس تعریف هوش میشود گفت یک توانایی به عبارتی، حالا ای که ذاتی است یا غیر ذاتی الان بهش میپردازیم، بستگی داره که او تعریف رو. ما تعابیر مختلفی داریم، تقسیم بندی مختلفی داریم. حالا من سه تا رو میگم برای عزیزان ما. یک تقسیم بندی داریم در مورد هوش که دو قسم است. یک هوش سیال داریم، یک هوش متبلور داریم. حالا این واژه ها رو اگه عزیزان ما خیلی هم یاد نگرفتن مهم نیست، ولی مهم است که بدانن هوش سیال چیست و هوش متبلور چیست. این تقسیم بندی مربوط به کتل و هورن هست، دو تا از نظریه پردازان مهم در این عرصه. اینا میگن که هوش سیال هوشی است که ذاتی فرده. این هوش سیال ما او قسمت از توانمندی های ذاتی است که به ارث میبریم و از بعد به تولد با خود داریم و این توانمندی ها توانمندی هایی است که در حمیدی، یعنی همیشه با ما هست و این ویژگی ها نشان دهنده استعداد فرد برای انجام دادن کارهای مختلف. اما هوش متبلور چیست؟ هوش متبلور اطلاعاتی است که فرد در راستای آموزش یاد میگیره. یعنی او دست از اطلاعاتی که در مکتب، در کورس کامپیوتر، در کورس زبان انگلیسی و همه جای دیگه ای که فرد وارد یادگیری و محیط وارد محیط آموزشی میشه به او گفته میشود که بتواند این میشود هوش متبلور. یعنی حالا سوال شما که آیا میشود افزایش داد؟ بله، من مادرزادی که زبان انگلیسی بلد نیستم، خب طبیعتا باید کورس برم که بیام. بله. حالا این هوش ماست که یعنی میزان به عبارتی اطلاعاتی که در کورس انگلیسی به من داده میشه یا در کورس کامپیوتر به من داده میشه، بعد از او اگر مرا مخاطب قرار بدن در مورد اطلاعات کامپیوتر یا انگلیسی، هوش انگلیسی و هوش کامپیوتر. خانم دکتر شما فرمودید که هوش یک ظرفیت است. اطلاعات که ظرفیت نیست، اطلاعات او چیزی است که در این ظرفیت قرار میگیرن. یعنی چیزی در ذهن من آمد که خب آیا ما نمیتونیم بگیم که مثلا یک نفر که مثلا ظرفیت ایر داره به صورت مادرزادی که بسیار زود یاد میگیره، حالا یک سری شیوه هایی به او آموزش داده شوه یا یک سری مثلا مواد را یا ادویه را مصرف بکنه و تحت تاثیر او این ظرفیت در او رشد پیدا کنه، نه که اطلاعات رشد پیدا کنه، ظرفیت رشد پیدا کنه. خب ببینید اگر قرار باشه ما حالا این تقسیم بندی اولیه هوش سیال و متبلور، یک تقسیم بندی بعدی داریم که در این تقسیم بندی مال خانم دانازوهار است و یل مارشال، حالا دو تا نظریه پرداز دوستان جوان که میخوان بیشتر مطالعه کنن بیشتر اینا رو برای اونها مطرح میکنم. در این تقسیم بندی گفته میشود ما سه قسم هوش داریم. ما یک هوش به عبارتی عقلانی یا آی کیو که همه میدانیم و که بیشتر استفاده میکنیم اوست، هوش به عبارتی عقلانی یا آی کیو، هوش هیجانی عاطفی یا ای کیو و هوش معنوی یا اس کیو داریم.
که البته در این نظریه گفته می شود که مبنای همه اینها هوش فیزیکی ماست، یعنی توان جسمانی ماست. اگر این قسمی باشه، نمی دونید، اگر بحث IQ باشه، IQ به اتفاق غریب به اتفاق نظریه پردازان ذاتی است. یعنی من از ابتدا یک بهره هوشی دارم. مثلا منظور چیست؟ ببینید خانم، یعنی مثلا ما در هوش میگیم که یک هوش کلامی و یک هوش ریاضی در تقسیم بندی. مثلا فردی که از ابتدا در مکتب در مثلا مزامین فرض بگیرید ریاضی یا کلانتر میشه صنف 7-8 مثلا در فیزیک نمره نمیاره، اما از او طرف در تاریخ، در جغرافی، در مثلا بحث ادبیات و شعر و اینها بسیار بسیار توانمند است. یعنی اگه مثلا ریاضی رو 10 بار دقیق بگویی نمیفهمه، دوباره بگی چی گفتم، میگه من نفهمیدم. اما اگر یک بار یک شعر بخوانی، دفعه دوم دقیقا اون شعر برای شما حفظ میکنه. اگر یک بار یک داستان تاریخی را از فلان سلسله و فلان پادشاه برای او بگویی، دفعه دوم با همه جزئیاتش اینمون مسئله برای شما توضیح میده. این یعنی چی؟ یعنی حالا شما میتونید بگید IQ نداره یا هوش عقلانی داره یا نداره. این برمیگرده به تقسیم بندی سومی که من دارم که نظریه گاردنر هست. قبل از اینکه تقسیم بندی سوم داشته باشیم، یک میان برنامه رو ببینم خانم دکتر. بله حتما. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم. اگر کدام سوال دارید از طریق شماره تماسی که زیر نویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و سوالات خودتون رو بفرستید، حتما ذکر بکنید مرتبط با برنامه روشنا و سوال از کارشناس محترم خانم دکتر رضایی است. بعد از میان برنامه سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم. شما عزیزان همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی با موضوع هوش و تقسیم بندی. و خانم دکتر، شما قبل از میان برنامه دو تقسیم بندی برای هوش رو بیان کردید. سوال پرسیدن دوستان ما که مبنای این تقسیم بندی ها چی میتونه باشه؟ ببینید، ما در حالا بحث می شود گفت که یادگیری مطرح هست یا بحث روانشناسی، بیشتر این که نگاه ای که هوش چیست. شما اشاره کردید که هوش یا یک توانایی است یا یک به اصطلاح ظرفیت و قابلیت است یا یک وسیله است، یک ابزار است. وقتی میگیم مجموعه توانمندی ها، ما هوش رو مجموعی از توانمندی ها در نظر میگیریم. حالا هر نظریه پردازی به یک سری توانمندی هایی که یک انسان ممکنه دارا باشه اشاره میکنه. در تقسیم بندی به عبارتی کتل گفته واقعیتش ایست که ببینید یک سری از اطلاعات و توانمندی ها و ظرفیت ها رو ما از ابتدای تولد با خودمان داریم و تا پایان عمر هم توانمندی ها رو داریم، و یک سری از توانمندی ها و اطلاعات و ویژگی ها رو در طول زمان، البته و افرادی که باز تمایل به آموزش رو بر اساس تقسیم بندی شده که ما هوش سیال و هوش متبلور داریم. یکم میایم جلوتر در تقسیم بندی سگانه هوش، ببینید داره میگه که یک ما هوش عقلانی یا به اصطلاح هوش ذهنی داریم، یعنی توانایی ذاتی که افراد برای گرفتن اطلاعات یا به اصطلاح هوش منطقی توانمندی رو دارن که اطلاعات رو ذخیره بکنن، بفهمن و با استفاده از اونها استدلال بکنن. خب بعد نکته جالب اینجاست که در این تقسیم بندی وقتی از IQ رد میشه میرسه به EQ رو دیگه توانایی ذاتی قلمداد نمیکنه. پس IQ یک چیز کاملا یاد گرفته. بله احسن بر شما. یعنی اینکه نه اینکه بگیم ذاتی نباشه، بعضی از آدم ها واقعا رو، ولی می شود اگر که فرزندی داشته باشیم خجالتی، کمرو، که روابط به اصطلاح در قسمت هوش IQ پایین تر باشه و نتواند خوب رابطه برقرار کنه، این فرزند رو از طریق آموزش، از طریق تغییر در محیط و ایجاد یک سری موقعیت های خاص می توانیم میزان IQ این فرد رو بالا ببرید. یعنی خانم دکتر IQ روش پیدا نمیکنه. خب اگه پیدا نمیکنه، یک نفر ما میبینیم که مثلا در حساب و ریاضی بسیار بسیار ضعیف است، نمره کم میگیره، باز بعد از اینکه با کورس های ویژه میره
بعد از او در حساب بسیار موفق هم میشن و دقیقا هم تمام یادتان هست اون اولی هوش متولور و افزایش پیدا میکنه، نه هوش سیاله. و یک ببینید یک مثال خیلی ساده برای شما میذارم. ممکن است کسی در ارتباط مدارک تحصیلی خودش مدرک تحصیلی دانشگاهی داشته باشه، در رشته خاص ریاضی مدرک دکترا داشته باشه، ریاضی محض، بله، ریاضی کاربردی. خب حالا شما یک سوال خیلی ساده رو در مورد مثلا فرض بگیرید، سوال ساده که میگم، نه اینکه بگیم ساده، یعنی یک سری مثلا فرض کنید استدلالات خیلی ریاضی پیش پا افتاده از او بپرسید، همین آدم شروع بکنه برای شما به توضیح دادن همون استدلال ریاضی بر اساس کلیه مجموعه اطلاعاتی که در طول 20 چند سال عمر خودش از ریاضی فهمیده، عین همون سوال را شما از یک آدم دیگه، یک آدمی که اصلا تحصیلات حتی ممکنه که مثلا صنف 4 و 5 مکتب دیگه ترک تحصیل کرده باشه، اینمو سوال را از این آدم هم میپرسیم. ولی وقتی آدم برای شما جواب میده خیلی ساده، خیلی قابل فهم، و شما خیلی به راحتی جواب این آدم را میفهمید، متوجه میشید، بعد میگید خدا شما خیر بده، چقدر خوب جواب دادی. بعد یک لحظه شک میکنید اصلا اون آدم باسواده، اینم اونی که دکترای ریاضی محض یا ریاضی کاربردی داره، باسواده. چرا هر چی که او گفت من نفهمیدم؟ ببینید او داره تمام او اطلاعاتی که در طول 20 چند سال بفرمودید شما ای به او داده شده، اطلاعات ریاضیش افزایش پیدا کرده، ولی او چیزی که در وجود آدم ضعیف است این همین هوش دومی است، ایکیوی پایینی داره. یعنی موقع برقراری رابطه با دیگران، حالا هوش هیجانی که ما روش به عبارتی میخوایم بحث کنیم و صحبت بکنیم، پس تقسیم بندی دوم ایکیو یا همین هوش هیجانی است، و تکیه سوم اسکیو یا اسکیو. اسکیو میشه هوش معنوی. نکته جالب اینجاست که خود ای به عبارتی نظریه پرداز میگوید اینها یک قسم میشود گفت پشت سر همان. یعنی اگر کسی در ابتدا توانایی آیکیو بالایی داشته باشد، حالا اینکه تقسیم بندی میکنیم که تقسیم بندی سومه که بگم، تقسیم بندی گاردنر رو که بگم، به این نتیجه میرسیم که ما همه باهوشیم، همه ما باهوشیم، منتهی که چه قسمی از هوش را داره مهمه. اسکیو میگه که آدم هایی که باهوش هستن و بعد در کناری که آیکیو خوبی دارن این کیوی مناسبی هم دارن، حالا اونها بعد از اینکه از خود فارغ شدن میپردازن که بحث اسکیو، بحث معنویت، سوال های به عبارتی فراتوی، از کجا آمدم، آفرین، چه کار باید بکنم، ارزشم چیست، خودم را چقدر باید بفروشم، اصلا خودم را بفروشم یا نفروشم، اگه بفروشم به چی بفروشم، ارزش اعتبارم به عنوان یک انسان در کلیت هستی چیست، اینها میشود اسکیو. حالا میرسیم سری بریم تقسیم بندی سوم که تقریبا معروفترم هست، عزیزان نوجوان ما و جوانان ما ممکنه بیشتر با این مواجه شده باشن. تقسیم بندی است که به عبارتی گفته شده مربوط گاردنر هست. گارنر میگه که ما هوش‌های چندگانه داریم، بین 7 تا 8 تا، حالا بعضی‌ها میگن 9 تا هم شده، ولی استانداردش همو 7 تا است بیشتر، که ایشون اعتقاد داره که همه انسان‌های سالم به لحاظ به عبارتی توانایی‌های جسمانی ابتدایی یکی از این هوش‌ها در وجودشان بیشتر و بالاتر است. حالا اگر یک آدمی 4 تا 5 تا رو داشته باشه مشکل نداره ها، ولی حداقل گاردنر ادعا میکنه که هر آدمی در یکی از این جنبه ها توانایی خاص خودش را نسبت به اطرافیان خودش داره. او تقسیم بندی هایی که گاردنر داره 7 تاست، حالا 100 درصدش میگم، حالا 8 تا هم داره. اولی هوشی که همه ما میدونیم هوش کلامی، هوش زبانی، کسی خوب حرف میزنه، واژه های خوب استفاده میکنه، معانی واژه ها رو میفهمه، اصلا گنجینه لغات بسیار زیادی داره، معنی ضرب المثل رو خوب میگیره. وقتی شما به کنایه در مورد کسی صحبت میکنید دقیقاً کنایه ی حرف شما رو متوجه میشود که این کنایه از ضرب المثل. یا خب میگه که آدما به درد چه کاری میخورن، میگه آدما مثلا دموجریگری، بازیگری، یعنی واژه ها رو حفظ میکنه، تبدیل به آدم که نمیشه، حالت ها رو در میابه. هوش دوم هوش منطقی ریاضی است. این طبیعتا به درد حسابدارا و درد کسایی که دغدغه ریاضی دارن و دنبال حساب کتاب هستن. هوش سوم هوش دیداری فضایی است و گفته میشه مثلا به درد کسایی که میخوان معمار بشن، به درد پیلوتا، به درد کسایی که دنبال کارهای ظرافت، یا حتی به درد هنرمندا مثل مجسمه سازا، مثل نقاشا. هوش بعدی هوش حرکتی جنبشی یا جنبشی حرکتی است، به درد کیا میخوره؟ ورزشکارا، کسایی که صنایع دستی با فعالیت‌های ریز تر و کار دارن. هوش بعدی هوش درون فردی است، آدم‌هایی که نسبت به خود آگاهی کاملی دارن، چه شغل‌هایی، مثل فیلسوفا، مثل نظریه پردازا، مثل که کسایی که کشف میکنن یا اختراع میکنن به عبارتی مسائل و مباحث جدید رو. هوش بعدی ششمی به اصطلاح هوش میان فردی یا بین فردی است، که هوش بین فردی رو میشود گفت شبیه به همون هوش هیجانی که در نظریه قبلی داشتیم. افرادی که توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران اونها بسیار عالی است، همون که شما گفتید که گاهی وقتا میبینیم که آدمای موفقی هم هستن. و آخری یا هفتمی در تقسیم بندی اولی هوش موسیقیایی، کسایی که به عبارتی توانایی پردازش بسیار خوبی در مورد
صداها، نواها و آهنگها دارن. خب طبیعتاً اینها باید موسیقیدانهای مطرحی باشن، آهنگسازهای خوبی باشن، یا حتی کسایی که دیدید که مثلا خوانندگان، یا اصلا افرادی که الان ما میدانیم که در بسای تربیتی هم بسیار نکته مهمی است که الان استفاده از شعر و به عبارتی آهنگ و موسیقی در بحث یادگیری کاملا ثابت شده. خب افرادی که این معلمی که هوش موسیقیایی خیلی خوبی داره خیلی راحت میتونه انتقال بده. اگر این قسمی به قضیه نگاه بکنیم، یعنی اگر ما هوش های چندگانه گاردنر رو به عنوان یک اسب بپردازیم، پس میشود گفت که همه ما باهوشی در جنبه‌ای درست در یکی از ابعاد ممکنه. خب دکتر، خب این مواردی که شما ذکر کردید، خب وقتی که انسان نگاه میکنه هر کدامشان یک قسم مهارت‌های فردی است که افراد میتونن داشته باشه، اینا رو ما زیر مجموعه هوش دسته‌بندی کنیم یا اینا رو مهارت در نظر بگیم، یا اساسا چه فرق بین هوش و مهارت؟ ببینید، طبق آن چیزی که ما در بحث حالا واژه هوش داریم، همه اینها تقسیم بندی ها یا انواع متفاوت هوش است، متناسب با اینکه از چه بودی به قضیه نگاه بکنیم. خب اگر بگیم هوش یا مهارت، اگر ما مقصود ما از هوش سیال باشه، طبیعتاً مهارت نیست. هوش سیال ذاتی فرده. یعنی ببینید، ما در مورد IQ تقریباً همه اتفاق نظر دارن که IQ استعداد ذاتی خود فرده. نمیگیم اصلاً افزایش پیدا میکنه، ولی مقداری افزایش پیدا میکنه. شما نمیتوانید یه آدمی رو که سطح IQ مثلا با IQ 95 باشه، بعد از 10 سال مثلا یک دفعه او ارتقا بدین ببرین با IQ 120. همچی چیزی نداریم. اما اگر تعریف ما، منظور ما از هوش متبلور باشد، طبیعتاً گفتم دیگه، مثلا شما میتوانید یه آدمی رو که به هیچ عنوان در مثلا در عرض 3 سال آموزش میتوانید یه کودک رو مسلط به 3 زبان زنده دنیا بکنید. بله. هوش متبلور، روح متبلور رو داره کار میکنید. لذا وقتی که میگیم مهارت، بستگی داره که به کدام نوع از هوش داریم نگاه میکنیم، یا کدوم تقسیم بندی برای ما قابل قبول تر هست. بر اون اساس اگر هوش های چندگانه باشه، طبیعتا اگه ما نظریه گاردنر رو بپذیریم، اساسا یعنی اول نکته مهم شناسایی اونهاست، کاری که قطعا باید اول در خانواده اتفاق بیفته. بسیار بسیار مهمه که والدین به توجه بکنن که اصلا برایشون مهم باشه که بچه‌م چه هوشی داره. این که میگیم همه اعتقاد بری دارن که بچه باهوش است، متاسفانه تعبیر و تفسیری که پدر مادرها از هوش میکنن خیلی ساده و ابتدایی است. مثلا و بعد همین که چون بچه خودش است، هر کاری که میکنه به نظر او خلاقانه میایه، به نظر او خیلی چیز ابتکارآمیزی میاد. ولی که خب اگر که مثلا آگاهی داشته باشه نسبت به رشد کودک، خب کودک تو 2 سال طبیعتا باید کار رو بکنه. یعنی بچه شما کار خاصی نکرده، کاری کرده متناسب با سن خودش. اما اینکه او شناسایی بشه و بداند که کدام یکی از ابعاد ویژگی هایو، مثلا کودکی که از 2 سالگی واژه ها رو بسیار بسیار خوب استفاده میکنه، دقیقاً موقع برقراری رابطه با کودکان یک قسم گپ میزنه، با مادر و پدر یک قسم گپ میزنه، بیرون که میره با اجتماع بیرونی، خب این خودش داره بیان میکنه که من هوش بین فردی یا هوش هیجانی خوبی دارم. لذا وظیفه پدر و مادری که روی قسمت چیکار کنن، سرمایه گذاری. خب دکتر، یعنی امکانش هست اگر پدر و مادر توجه نکنند به هوش طفل خودشان، این هوش به مرور زمان کاسته شود؟ بله، در بحث گاردنر همین رو تکرار تایید بسیار زیادی هم داره، مبنی بر این که ببینید این توانمندی، این به اصطلاح خودتان ظرفیت هست. آیا ما به این ظرفیت میپردازیم، رشد میدیم او را، یا رشد نمیدیم؟ ببینید نکته جالبش اینجاست که حالا ما به صورت خاص در مورد هوش هیجانی اگه بپردازیم، یه مثال خیلی ساده زده میشه، میگه که ممکن است در یک صنفی در دانشگاه تعداد 30 نفر در این صنف مثلا دانشجو داریم، هر 30 نفر اینا مدرک لیسانس رو میگیرند، ولی تنها همه اینا هم اقتصاد خواندن، تنها از بین اینها 2 نفر بیزینسمن های بعد از 10 سال بعد که بررسی میکنه، 2 نفر بیزینس های موفقی بودن. آیا اینها یادگیری هوشش کم هوش بودن؟ اگه هوش بوده به اون معنی، خب حتما یک توانایی داشته که خودش تا صنف 12 رسانده، کنکور داده، از کنکور رد شده، وارد دانشگاه شده، 4 سال در دانشگاه فارغ التحصیل هم شده، مدرک هم گرفته. پس چه اتفاق افتاده؟ حالا میپردازیم به اصل دومی که اگر اون مهارت. نمیره باز بعد از میام برنامه در خدمت شما خواهیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم. برنامه به صورت لایو از طریق فیسبوک، از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید که برنامه را ببینید و برنامه گذشته هم موجود هست ببینید و نظر خودتون رو برای ما بمانید. ما رو بسیار خوشحال میکنید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یکشنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11،
بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. خب دوستای محترم ما، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشانا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. ما گفتگو میکنید با کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر رضای بزرگوار، با موضوع هوش، انواع هوش و هوش هیجانی که شما تاکید بر او دارید. در خدمت شما هستم. ببینید، سوالی که شما مطرح کردید، یعنی اینکه یا موضوعی مثالی که من زدم که چه اتفاقی میفته که آدم‌های متفاوت همسد، با وجودی که مثلا به ظاهر اون چیزی که ما درک میکنیم ایست که توانمندی های شبیه و هم و یکسانی دارن، چرا بعضی از اونها به موفقیت خاصی میرسن؟ این دقیقا تفاوت همو به عبارتی IQ و EQ است. شاید اینا از لحاظ IQ تقریبا در یک رده باشن، مثلا حد فاصله بین 105 نمره ضریب هوشی اونها 105 تا 110 باشه، ولی از لحاظ EQ با هم مختلفن، یا هوش عاطفی و هیجانی اونها مخالفه، با هم متفاوته. اما IQ چیه؟ ساده توانایی یک، درک کردن، دو، کنترل کردن، و سوم، استفاده صحیح کردن از احساسات، هیجانات خودم و دیگری. یک، بشناسم، دو، کنترل کنم یا تنظیمشان کنم، و سوم، ازشون استفاده بکنم. این سه تا ویژگی، ترکیب اینها می شود EQ. یعنی چی؟ یعنی افرادی که یک، خودشان رو میشناسن، هیجانات و احساسات خودشان رو میشناسن. مثلا برای موفقیت خانم دکتر، به نظر شما کدام یک مهمتر است؟ IQ بالاتر داشته باشه یا EQ بالاتر داشته باشه؟ خب ببین، اگر بر اساس استدلالی که کردیم که IQ ذاتی است، من ممکنه که مثلا فرض بر مثال به اعتراف شخصی خودم یک توانی رو ندارم. آکیو. مثلا بسیار از افرادی که دوران مکتب به این نتیجه میرسن که پدر و مادر و معلم همه با هم اصرار بیش از اندازه میکنن که چی؟ ای به درد مکتب نمیخونه، یاد نمیگیره، نه حساب رو یاد میگیره و نه تاریخ جغرافی رو یاد میگیره، نه حفظیاتش خوب است، نه فهمیدنه خوبی به کنار گذاشته میشود. ولی میبینیم که ای همین به اصطلاح فرزند، طفل، دختر یا پسری که از سنف 4 و 5 یا 7 و 8 به این نتیجه رسیدن که دیگه مکتب نمانن، حالا همین در بازار میره، تجار بسیار موفق، یک ورزشکار بسیار قدرتمند میشه، قهرمان المپیک میشه. پس بنابراین اگه یک تقسیم بندی بکنیم، سه تا تقسیم بندی را که من اشاره کردم، شاید برای بعضیا بگن که خب اینا گیج شدیم، یعنی چی؟ حالا سه تا کدوم یکی درست تره؟ ببینید، بحث اعتبار این که هر سه نظریه است و هر سه مبنای استدلال عقلانی و منطقی در بحث روانشناسی داره، اما کدوم کاربردی تره و به خصوص برای خانواده ها کدوم یکی کارآورتره و نگرش مثبت تر اصلا به انسان داره؟ قطعا نظریه گاردنر به این لحاظ نظری گارنر، به خاطر که چی؟ ببین، یعنی به پدر و مادرها میگه که به هر حال اینو باور داشته باشین که فرزند شما، یا تو خود من، اصلا بحث تربیتی رو بذاریم کنار، بحث شخصی خود من، من به این باور میرسم که بالاخره من به یک دردی میخورم، در وجود من یک توانایی و یک استعداد و یک ظرفیت خاص هست، فقط نکته مهمش اینه که باید اون رو بشناسم. دیدگاه مذهبی ما هم نزدیکتر است که ما هم باور داریم که خداوند انسان رو با استعداد آفریده، فقط باید این قوه ها و استعداد ها رو تبدیل به او ثمره بکنه. خب حالا ببینید، دقیقاً بحث ایست که ما بحث تقسیم بندی هشتگانه گاردنر رو که بذاریم کنار، یه ویژگی مثبت خاص در ایکیو وجود داره که اگر ایکیو رو با هر کدوم از اونها ترکیب کنیم، یعنی اگر هوش موسیقیایی در کنار ایکیو قرار بگیره، هوش منطقی ریاضی در کنار ایکیو، یا هر کدوم از اونها، به مراتب توان و ظرفیت او بالاتر میره. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که به تنهایی زندگی نمی‌کنیم. وقتی که در روابط یا هم هوش میان فردیه به اصطلاح گاردنر، وقتی که قرار است من این استعداد خودم را اول باید به شما نشان بدم، شما او را بپذیرید، قبول بکنید، تایید بکنید، شما به دیگری بگید و بعد بقیه بپذیرن، حالا من را به عنوان یک آدم مستعد در نظر بگیرن، بیان به من مراجعه کنن، از من نظر بپرسن و من برسم به جایگاهی که لازمه. ای اولین جرقه او کی زده می شود؟ زمانی که می توانمندی و به اصطلاح شما تا این مهارت رو داشته باشم که احساسات خودم رو و احساسات طرف مقابل رو
درک کنم، اصلا بشناسم. خیلی از ماها، یعنی در بسیاری از موارد، اشکالاتی که باعث شکست افراد در مسیر کاری، در مسیر شخصی، در مسیر زندگی مشترک، در همه ابعاد زندگی، اتفاقات ناخوشایندی که برشان میفته، به خاطر اینه که در بسیاری از موارد حتی احساس خود درک نمیتونن بکنن. ببینید، تأکید میکنم ایکیو سه بعدش، درک، تنظیم و کنترل و استفاده درست از احساسات خود، احساسات هیجانات. خب نکته، یک مثال خیلی ساده میزنم. دو تا طفل دارم، مادری در خانه. حالا که من طفل مثال میزنم به خاطر که حالا هیته کاریم به عبارتی معمولا با اطفال و نوجوانان است. مادری صاحب دو تا فرزند هست، مثلا در سنین کاملا نزدیک به هم، یکی 8 ساله یکی 10 ساله. خب او 8 ساله بسیار بسیار خوش سر و زبانه، به اصطلاح خودمان، خیلی خوب حرف میزنه، خیلی خوب رابطه برقرار میکنه. به محضی که کسی میایه سری مثلا با او، چه فامیل وارد خانه میشه، چه حتی بیرون که میره با بیگانه ها. ولی در کنار او مثلا یک گپر، گاهی وقتا که وقتی مادر به او چیزی میگه، یک بار یک چیزی میگه، مثلا فلان چیز بیار، میره وسط وای میسته میگه مادر یادم رفت چی گفتی، باز دوباره مادر میگه، باز یکم جلوتر میره. گاهی وقتا در این موارد که میخوام، مادر خسته میشه میگه بچه‌م چقدر کنزین هستی، تو چرا نمیفهمی؟ خب ناراحت هم میشه، بار دفعه چهارم هم، ولی باز دفعه چهارم هم میگه، در نهایت کار انجام میده. منتها خواهر یا برادر کلانتر او که 10 ساله است، خیلی وقتها مادر بدونی که مثلا فرض کنید یک بار یک چیزی رو گفت، این طفل میگیره و مثلا یک هفته بعد، دو هفته بعد هم اگه دقیقاً بپرسه فلانی مثلا فلان روز چه اتفاق افتاد، کامل دقیق و بچه 10 ساله به اون میگه که فلان اتفاق فلان جا. خب اینا دو تا آدم متفاوت هستن، یکی آی کیو فوق العاده خوبی داره، استعداد ذاتی برای که اطلاعات رو خیلی راحت میگیره و به سرعت ثبت میکنه، و نکته جالب تر اینه که وقتی که ثبت میکنه فراموش هم نمیکنه. بله. دو هفته بعد، دو ماه بعد از اون پرسه اینه. ولی اون نه، او حتی الان که گفتگوی مادر رو میشنوه که برو فلان کارو بکن، میره دو قدم، سه قدم، 30 ثانیه، 20 ثانیه بعد میگه مادر چی گفتی؟ فراموش کردم. چی گفتی؟ یادم رفت. باز دوباره. ولی نکته جالب است که ببینید، مادر برای او حوصله میکنه که 4 بار بگه. چرا؟ چون نوع رفتاری کودک با مادر به قسمی است که حتی گاهی وقتا مادر ناراحت میشه، میگه چرا کنزن هستی؟ ولی ته دلش باز تمایل داره که جمله رو واژه رو تکرار کنه. بیشتر دوست میداره. اصلا با او احساس راحتی بیشتری میکنه، و حتی به اصطلاح عامیانه‌تر اینه کنزهنی او هم برای او مزیت محسوب میشه. ایراد بزرگی نیست. این بچه چی داره؟ این بچه توانایی بالاتری برای برقراری رابطه با دیگران داره. دیگران رو ببینید، هم مثلا دفعه دوم که میگه چی گفتی، میگه سرش یک مقدار که کج میکنه، میگه ببخشید یادم رفت، یک بار دیگه هم بگو. ولی او ممکن است، او باهوشه که آی کیو بالایی داره، یک بار که یک چیزی بگو بگو، این دفعه دوم ناراحت بشه بگه همین که گفتم. یعنی ببینید احساس تفاوت وجود داره. این نفر که ایکویش بنا به گفته شما قوی تر است، در خود میتونه در دل دیگه افراد شیرین تر بکنه. یک چیز خوب دکتر، من از گذشتم به یادم است و فکر میکنم که شاید تجربه مشترک بیننده های ما هم باشه. مادر کلانای ما وقتی که از یک نفری که این می رقم بسیار میتونست با بقیه خوب برخورد و تعامل داشته باشه یاد میکردن، میگفتن بسیار هوشیار است. مثلا این بچه‌م چقدر هوشیار است. من تا وقتی که طفل بودم هوشیاری رو در این معنا میدیدم. باز وقتی که با مکتب رفتم، اونجا باز معلم ما یک تعریف دیگه از هوش کرد که همون چیزی که الان دقیقاً این هوش آی کیو است که شما میفهمید. دقیقاً آی کیو. نکته مهمش این است که ببینید، ای کیو میشود گفت که اگر که مثلا فرض بگین اگر ما ای کیو رو به عنوان ستون‌های یک خانه مستحکم در نظر بگیریم، ای کیو میشود دکوراسیون داخلی و حتی نمای بیرونی، هم نمای بیرونی هم دکوراسیون داخلی. طبیعتا ما وارد خانه که میشیم، استحکام اون خانه به چیست؟ به چهار ستونش هست، محکم. بله. بودنش. ولی ای که در خانه بشینیم، تحمل بکنیم، احساس راحتی بکنیم، به این خانه اصلا بره رفت و آمد کردن، یک بار دیگه هم تصمیم بگیریم اینجا رو ببینیم، به اون فضای بیرونی او و فضای داخلی او، دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی او. ایکیو یا هوش هیجانی، به دلیل، تاکید میکنم، به دلیل اینکه قرار است روابط اجتماعی داشته باشیم. موقعی که شما مطرح کردید، مثلا همین حالا چه در بحث خانواده، چه وقت موقع ازدواج مطرح میشه، حالا ان شاء الله خواهیم پرداخت به صورت مبسوط‌تر که کجاها کاربرد داره. 10 دقیقه من زدم. بسیار خوب، حتما. ببینید، بحث ایکیو رو که مطرح میکنیم، تفاوت اساسی یا اهمیت ایکیو یا هوش هیجانی از اونجایی مشخص میشود که در جهانی که امروز ما داریم زندگی میکنیم، خان بیانیه واقعیت هم خوب و هم میشود گفت که وحشتناک وجود داره، که اطلاعات گاهی وقتها روز به روز بر اونها افزوده میشه. بله. پس هیچ آدمی به معنای واقعی کلمه توانایی که آنن به آنن، لحظه به لحظه خودش رو هماهنگ با اطلاعات بکنه و به روز و به روز و به روزتر بشه، نمیگیم نیست، ولی تعداد اونها ممکنه بسیار اندک باشه. اما
آدمی که با میزان خاصی از اطلاعات بتواند به نحو بهینه و درست از همون محدوده اطلاعات خودش استفاده بکنه و معقول بودن و منطقی بودن و مطلوب بودن اطلاعات رو به طرف مقابل بقبولاند، این میشود آدم چی؟ آدم موفق. پس در واقع میشه گفت که هوش هیجانی یا ایکیو اهمیت بیشتری داره در دنیا. بله، برای روابط اجتماعی، برای موفق شدن. چرا؟ چون میبینید ما در الان در زمانه ای که داریم زندگی میکنیم، برای رسیدن به قله بسیار 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 زیاد باید تلاش کنیم. یعنی اون قله را اگه ببینید به عبارتی آپدیت ترین اطلاعات رو در نظر بگیریم، ممکنه که خیلی ها اصلا نفهمن. مثلا در هر رشته ای کسی ممکن است متخصص حقوق باشه، متخصص اقتصاد باشه، یا پزشکی، مثلا دکتر بسیار قدری باشه، ولی بپرسیم از فلان شیوه درمان مثلا بیماری اطلاع داره، بگی که چی میگی تو، کی آمده، از کجا آمده. ولی همین آدم با وجود ای که مثلا 5 سال است که مقاله علمی جدید نخونده، در حرفه خودش بسیار موفق است و تداوی هایی که انجام میده بر اساس نظرسنجی که از 80% بیماران انجام میده خیلی خوبه. این بیمار که میره با نحوه درست برخورد دکتر مواجه میشه، دکتر داروی رو میده و بیمار استفاده میکنه و نتیجه خوب هم میگیره. خب حالا بگیم که آدم موفقی نیست یا موفق هست؟ موفق هست از یه لحاظی که بله، به همون کاری که هدف اوست، این که بشینه در مطب خودش، بیمار ببینه، بیمار بشناسه، صحبت بکنه، دارو رو بده و دارو رو تاثیر بذاره، اتفاق افتاده. اما اینکه آیا نسبت به آنچه که یک پزشک موفق در سطح بین‌المللی باید داشته باشه، خب میبینیم که از درو خب، کاستی های ممکن داشته باشه. و شما فرمودید که هوش هیجانی یک چیزی است که برخلاف آی کیو یک چیزی است که قابلیت انتقال داره. بله، نکته مثبت، اصلا گفتم که تاکید این می‌کنم که نگاه مثبت و امیدوارانه است که اگر کسی مثلا در یرسه دچار یک سری ضعف‌هایی باشه، قابلیت وجود داره که این ضعف ها رو برطرف کنه. بسیار تشکر از شما خانم دکتر، مثل همیشه بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم. زنده باشین. از شما بیننده های عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. یک نویسنده بزرگ است که یه توصیه و یک نکته بسیار خوب میگه، من با شما به اشتراک بگذارم، که میگه عمل بکارید، عمل را بکارید و عادت درو کنید، عادت را بکارید و اخلاق درو کنید، اخلاق را بکارید و سرنوشت ها را تغییر بدهید. باز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. به همراه کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.